أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه پرسش و پاسخ به مدت 90 دقیقه به اذن الله از شبکه جهانی کلمه در خدمت شما هستیم. در امروز جمعه، روز مبارک که همه دستهای دعا به سوی الله باری خود و خالق خود بالا برده و هر کس حاجتی دارد و دعایی دارد و طلب مغفرت دارد، امیدواریم که در این ساعات و لحظات آینده طاعات و عبادات شما و دعای شما نیز مستجاب شود. امروز 22 دی ماه 1391 برابر با 29 صفر 1434 هجری قمری و 11 ژانویه 2013 میلادی، ساعت به وقت تهران 13:47، یعنی 1:47 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی کلمه. ما همیشه امروز را فرصت غنیمت میشماریم و توصیه میکنیم برای دعا، برای طاعت، برای عبادت. اگرچه هم بعضا امروز روز جمعه را در حلو گردش یا بعضا در لغو و لعب در جای دیگر سپری میکنن، ولی انسان مؤمن همیشه حریص هست که چگونه به معنویات خود به افزایت، چگونه به اون طاعت و عبادتی که همیشه ما از کمبود آن مینالیم و از خود شکایت داریم و راضی نیستیم، چگونه جبران کنیم. امروزها وقت جبران این کم عبادتی هاست، وقت جبران این کم طاعتی هاست، وقت جبران این نواقص در عبادت رب العزه سبحانه و تعالی هست که همه ما باید احساس تقصیر کنیم در مقابل این همه نعمتی که خدا به ما داده و در مقابل این همه توفیقی که خدا بر ما عطا فرموده است. از همه مهمتر توفیق توحید و یکتاپرستی است. اگر توفیق الله و هدایت الله نبود، هرگز ما مؤمن نبودیم، هرگز ما اون راه توحید و راه یکتاپرستی را انتخاب نمی کردیم. این فقط در توفیق الله سبحانه و تعالی است، اما یک مقدمه و یک اسبابی لازم دارد که وظیفه ما همگان هست این اسباب و این مقدمه را فراهم کنیم که همانا به وسیله این طاعت و این عبادت است که ما به خدا نزدیک می شویم. لذا توصیه چنین است که همه اهل تقوا باشیم، همه اهل تقوا باشیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، از پروردگار خود بترسید. و تقوا را در جمله خلاصه کردند، گفتند که اونجا که خدا تو را دستور داده همیشه حاضر باشی و جایی که و از آنچه که تو را نهی کرده حضور نداشته باشی. و امتثال اوامر الله یعنی همین که همیشه خطبا در روزهای جمعه، خطیبان مساجد در روزهای جمعه، ائمه مساجد، اینها متذکر می شوند که این اتقوا الله یکی از ممکنه ارکان خطبه هست که شما در هر جمعه می شنوید. اتقوا الله. انسان مؤمن زمانی کلمه تقوا می شنود لبیک می گوید و اجابت می کند این تقوا و این دستور را حد در حد توان. ولی انسان مجرم یا منافق یا مشرک زمانی که بهش گفتید، به ایشان گفتید اتقوا الله، اخذته العزت بالاثم، وقتی که بهش بگید تقوا یا متقی باش یا پرهیزگار باش، اون کبریا و اون تکبر و اون خودخواهیش
باعث میشه که از این حرف بدش بیاد و نپذیرد و قبول نکند و ناراحت بشود از شنیدن کلمه اتق الله یا از خدا بترس. لذا در این روز مبارک ما توصیه میکنیم که تقوا وظیفه همه هست، وظیفه بزرگ و وظیفه اونهایی که صدرنشینند، وظیفه اونهایی که در آخرین جا جای دارند، وظیفه اونهایی که انسانهای عادی جامعه هستند، وظیفه اونهایی که مسئولین در جامعه هستند، بلکه مسئولین در هر جامعه‌ای در جوامع اسلامی باید تقواشون و احتیاطشون خیلی بیشتر باشد تا ماها افراد عادی و کسانی که در زمامداری یا در کشورداری یا در اداره‌ای مسئولیتی نداریم. پس بنابراین مسئولین به مراتب بیشتر باید اهل تقوا باشند، در گفتار خود، در رفتار خود با مراجعه کنندگان و در کردار خود مسئول هستند و اینجا تقوا لازم است. فساد اداری در جهان اسلام متاسفانه غوغا می کند. این فساد در ادارجات، رشوه و پارتی بازی در ادارجات به درجه خیلی بالایی رسیده است متاسفانه، و این دوری از تقواست. دوری از تقوا اینه که شما حق دیگران را ضایع کنید و حق زی حق را زیر پای بگذارید. این عدم تقواست، رعایت نکردن تقوا. امروزه هر جا هست با آشنایی، با وساطت، با پارتی بازی شما کارها را پیش میبرید، نه با این که حقتان هست کارتان پیش برود. لذا برای مسئولین در درجه اول ما عرض میکنیم که تقوا لازم هست. من نمیدونم تلفن داریم اتاق فرمان یا نه. اگر تلفن ندارید بذار من این خبری بخونم که حالا اینا اگر که نشان بدید در صفحه اتاق فرمان، اگر در بتوانید اینا نشان بدهید برای بینندگان. آقای علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سپاه پاسداران گفته است دولت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین این کشور، بله من این را صدها سال ظهور امام زمان را به عقب انداخت یا به عقب انداخته است. به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی که شامگاه چهارشنبه 9/1/2013 این همون سه روز پیش در سخنرانی در اصفهان سخنرانی میکرد، گفت اگر مردم غیبت کنند سه حالت وجود دارد که یا رهبری الهی منزوی، یا رهبری الهی کشته، و یا رهبری الهی غائب می شود اگر مردم غیبت کنند. بسیار خوب. بعد خب حالا شاهد این خبر اینه که دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با 8 سال اداری کشور صدها سال ظهور امام زمان را به عقب انداخته است. در چی میبینید شما این مسئله که امام زمان در برای ظهورش باید چه کار کرد؟ یعنی آقای خاتمی تقصیرش در اینجا چیست؟ ایشون توضیح ندادن که چگونه دولت محمد خاتمی در دوره 8 ساله رئیس جمهوری بودن خودش صدها سال ظهور امام زمان را به عقب انداخته است. گو این که ایشون بهتر از امام یاد از خود امام زمان بهتر میدانند. یا ببینید تمام این اعتقادها و این خرافات است که مردم عقیده ایشون را از دست میدهند متاسفانه. حالا این چنین باورها، بله ابلکار از بلوچستان بفرمایید آقای ابلکار از بلوچستان بگوشیم. آقای ابلکار اینم قطع شد. خیلی خوب. ولی
از تاجیکستان. آقا ولی به گوشیم بفرمایید. سلام و رحمت الله. صدای شما واضح نیست آقا ولی از تاجیکستان. نمیدونم با تلفن همراه با ما تماس گرفتید. نمیتوانیم بگیریم اتاق فرمان این تلفن ها را. آقا ولی معذرت میخواهیم، صداتون واضح نبود. حالا نمیدونیم اشکال. علی از کردستان. آقا علی از کردستان بفرمایید. سلام و رحمت الله. این اشکال از شماست آقا فرمان. ببینید ایشونم حالا کردستان کجا تاجیکستان. بفرمایید آقا علی. خسته نباشید. ممنون بفرمایید. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیزتون. و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که همیشه آیتان مفهوم و عید باشید. همچنین شما. یه التماس دعایی داشتم برای پدر بزرگوارمون. بله. جناب آقای ماندلر کرلایی. این تلفن ها در بستر اصلاحی هستن. خدا ایشون را شفای عاجل بده انشاءالله. بینندگان هم دعا کنید برای پدر علی آقا. علی آقا صداتون هم داره خراب میشه. آقا عبدالمجید از نروژ بفرمایید. آقا عبدالمجید سلام و رحمت الله. اتاق فرمان اگر چنین باشد شما یک میان برنامه بدید این اشکال را رفع کنید. بعد این تلفن ها به این شکل ظاهرا از خود شماست. نه آقای عبدالمجید صدای شما واضح نیست، معذرت میخواهیم. این اشکال ظاهرا در اینجاست. بله احمد از ایران. آقا احمد بفرمایید. آقا احمد از ایران اتاق فرمان به استودیو وصل نشدند. آقا احمد انا. آقا حسین از ایران بفرمایید. آقا حسین بفرمایید. آقا حسین بفرمایید. وصل کنیم دیگه. وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه. آقا حسین. الو احمد از ایران. احمد از ایران بفرمایید. آقا احمد سلام. سلام و رحمت الله. آقا درست شما میبودیم. خدا شما را حفظ کند انشاءالله. از این شبکه یه چند دیگه هم بزنیم انشاءالله. بوده خدا انشاءالله خدا توفیق بده بودجه ای باشد و ما ده ها شبکه دیگر برای دعوت مردم به توحید و یکتاپرستی داشته باشیم. بیننده بعدی آقا حسین از ایران بفرمایید. آقا حسین سلام. خوبی؟ سلام و رحمت الله. آقا درباره غسل ما بپرد. بله غسل. چی غسلی؟ غسل جنابت. بله چشم حتما. درباره غسل جنابت توضیح خواهیم داد. موفق باشید. بیننده بعدی رو بدید. آقا فریدون از ایران بفرمایید. آقا فریدون. ما صدای آقا فریدون رو نداریم در استودیو اتاق فرمان. آقا فریدون رو قطع شد. کسی دیگه رو بدید. ام محمد از عمان بفرمایید. ام محمد از عمان. بله بفرمایید. ام محمد سلام و رحمت الله. من تقریبا 5 ماه که با شوهرم خوب نیستم. پس بعد همسایم به هم میگن یعنی برو پیش مولا خود نگاه کن شاید کسی به تو سخت کرده. پس من زنگ زدم به مولا. مولا به هم گفت یه خانمی بود به تو نفرین کرده. مولا غیب میدانست که اینو گفت؟ نه یعنی نفرین اون زن به تو گرفته. یعنی بعد این مولا از کجا میدانست که شما اینطور ببینید این مولا از کجا میدانست که یک خانمی شما را نفرین کرده؟ نمیدونم گفته در کتاب باز کردم و یک زنی بوده این ملا درست نگفته است. این ملا ملای قلابی بوده. این درست نگفته به شما.
ببینید امکان ندارد کسی از غیب بداند، غیب جز الله کسی دیگر نمیداند. شما رابطه‌تون اگر با شوهرتون بده، در خود بنگرید چه اشکالی از شماست که شوهر با شما قهره. شما وضعیت خودتون رو بهتر کنید. من شوهرم با هم خوب نیستیم. من تو این اتاق نگاهیم، تو این اتاق. خب به علت چیه؟ علت چیست؟ یا اون خوب، من خوبم، اون خوب نیست. پس بعد هم گفت یک دعا دارد می کنم. این دعا تو دست چپت ببند. من گفتم اختکار ندارم با این دعا که تو دستم ببندم. فقط به خدا سپردم. دیگر می خواستم شما سوال کنم. اینشالله من توضیح خواهم داد. چشم. بیننده بعدی مهتاب از ایران، بفرمایید خواهرمون مهتاب. سلام حسن عبدالله. ممنون. ببخشید من رو سوال داشتم. یکی من خواستم بدونم آیا یوگا از نظر اسلام درسته؟ ورزش یوگا؟ ورزش. بله. من میشم اینکه من از یک سالونی همش مریضم، یعنی مشکلات مختلف تو مختلف بدنم نمیدونم که هر چند تو دوبینم مثلا به تمر نمیدونم عادت ماهانه تشکیم صدایتون واضح نیست خواهرمون مهتاب. من فقط سوال اولتون رو گرفتم، تا فرمان اجازه بدید ما این رو پاسخ بدیم. در اثنایی که من دارم پاسخ میدم دقت کنید این اشکال را مرتفع کنید که ما بتونیم بیشتر صدای بینندگان را بهتر بشنویم. نگه دارید فعلا، ما این رو جواب بدیم. تا فرمان آماده دارید دیگه وصل کنید. بله از کیف؟ بله محمد از ایران، بفرمایید. آقا محمد بفرمایید. سلام و رحمت الله. بفرمایید. میخواستم بدون جایزه به دخترم بگیرم. صداتون واضح نیست آقا محمد، دوباره تماس بگیرید. صداتون واضح نیست. اتاق فرمان نگه دارید، این اشکال ظاهرن از شماست، این را اصلاح کنید تا زمانی که ما جواب بدیم. این اشکال ظاهرن از اتاق فرمان هست، برای اینکه از اروپا زنگ میزنن این طوریه، از آسیا زنگ میزنن این طوریه، از آسیا میانه زنگ میزنن. پس این دال بر اینه که اشکال از خود اینجاست اتاق فرمان، نه از تلفن بینندگان. خیلی خوب. آقا علی از کردستان در رابطه با اینکه دعا کردن برای همه، باب دعا برای همه باز است. بینندگان محترم، این مسئله رو همیشه متذکر شده ایم که به ما به عنوان دید تقدیس ننگرید، افراد را تقدیس نکنید. ما یک بنده خار و ذلیل نزد الله هستیم. دعا شما دعا کنید، شما هم میتونید دعا کنید، همه میتونن دعا کنند. چرا اونها را حکر افرادی مثل ما میدونید؟ ما درسته که دعا کردن نسبت به برادر دینی خود جائز هست، همه ما توصیه میکنیم، ما به شما میگیم شما برای ما دعا کنید، ما برای شما دعا میکنیم. اما اینکه یک دید تقدیس به ما شود چنین چیزی نیست برادر. ما انسانهای ضعیف و عادی هستیم، بنده محتاج رحمت خدا، محتاج قطره ای از دریاهای بلا انتهای رب العالمین هستیم. پس دیدتون نسبت به هیچ کس، هیچ بشری دید تقدیس نباشد، دید تقدیس نباشد. در خدمت شما هستیم، در پاسخ به پرسش های شما در حد توان، اگر دانستیم و توانستیم در خدمت شما هستیم، ندانستیم و نتوانستیم هم معذرت می خواهیم. اما اینکه مرتب از ما بخواهید ما برای پدرم دعا کن، برای همسرم دعا کن، برای برادرم دعا کن، برای مریضم دعا کن، درسته ما دعا میکنیم، وظیفه ماست که بگیم خدایا هر کس که به ما توصیه کرده که براش دعا کنیم، اگر مریض است شفا بده، اگر حاجتی دارد برآورده فرما، اگر که گناهی مرتکب شده مغفرت فرما. این وظیفه هر مسلمان است برای برادر یا خواهر مسلمانش دعا کند. اما تأکید شما بر این نباشد. خود شما چی؟ شما هم دعا کنید. آیا میدانید که دعا عبادت است؟ دعا عبادت است.
الدعاء هو العباده، به وسیله دعا خود را به خدا نزدیک کنید، مرتب دعا کنید، مرتب توبه کنید، مرتب استغفار کنید. پس دعا وظیفه همه هست. ما هم برای پدر بزرگوار شما آقای علی از کردستان دعا میکنیم، خداوند شفای عاجل نصیبش فرماید. شما هم دعا کنید، بینندگان هم براش دعا کنند، ولی تأکید شما بر افراد نباشد. بله. آقا عبدالمجید از نروژ قطع شد، معذرت میخواییم آقا عبدالمجید از اینکه اشکالات ظاهرا از اینجاست. آقا حسین یا آقا احمد بود، بله آقا حسین از ایران تقاضا فرمودند که از این شبکه ها بسیار بزنید. خیلی دوست داریم که شبکه های توحیدی و شبکه های اهل سنت زیاد باشد، اما این شبکه ها برادر محترم هزینه دارد. همین شبکه ای کلمه هر ماه بیش از 150,000 دلار هزینه دارد که افراد خیر باید بپردازند. اگر که 2 یا 3 یا 4 شبکه هم مثل این شبکه اضاف بشود به ماهواره ها، همین هزینه را خواهد داشت، هزینه می خواهد. و الا که اگر دولت مردان اهل سنت این را متقبل می شدند، می شد که ده ها همچون شبکه ای ایجاد کرد و همچون شبکه ای در خدمت مسلمانان بود با زبانهای مختلف، نه حتی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، فرانسوی، به زبان مالایی، به زبانهای بوسناوی، به زبانهای روسی و چینی و ترکی و تمام زبانهای مختلف، کردی و بلوچی، زبان آذری. لازم است که به این زبانها شبکه های، هر کس به زبان خود شبکه ای داشته باشد و هر که دنبال حقیقت است، هر کس دنبال توحید و یکتاپرستی است و همه حق دارند که از این شبکه ها استفاده ببرند. آقا حسین در رابطه با غسل جنابت فرمودن ما توضیح دهیم. غسل جنابت عبارت از این است که شما با نیت غسل جنابت دوش میگیرید. سنت هایی دارد غسل که اگر رعایت شود بهتر است، اما اگر ترک شد لطمه ای به غسل وارد نمی کند. سنت غسل اینه که شما با بسم الله شروع کنید، از طرف راست بدنتون شروع کنید، یا اینکه غسل جنابت قبل از آن وضو بگیرید و شستن پا را برای آخر بگذارید و از طرف راست بدن شروع کنید، آب به تمام بدن برسانید و دست حتی امکان به تمام بدن بکشید، زیری موهای خود با انگشتان دست خلال کنید. امروز که وسایل شامپو و نظافت و بهداشتی بسیار فراوان هست، هر کس که دوش میگیره غسل میکنه، بدیهی است که بیش از 99% آب به بدنش میرسه و این غسل جنابت هست. اما اگر بپرسید بگید آقا من اینی که شما گفتید برام مشکل وضو بگیر و نمیدونم فلان، خیلی خوب، همینطور با نیت این که غسل جنابت انجام بدهید و این حدث اکبر را از خود جدا کنید، زیر دوش میروید و غسل میکنید، تمام بدنتون آب میگیره، میشه غسل جنابت. یا اگر در استخری هستید یک شیرجه و زیر آبی میرید و بیرون میایید، میشه غسل جنابت. یا اگر در دریا همینطور غسل جنابت صحیح هست. پس اگر اون سنن غسل را نمیخواهید انجام بدهید، واجب آن است که کل بدن شما آب بگیرد، ضمن این که قبل از شروع به این عمل یعنی به غسل در دلتان این نیت بوده که جنابت را از خود مرتفع سازی. تمام شد. بعضا میگن ما در حمام رفتیم دوش بگیریم، اما وقتی که بیرون آمدیم یادم اومد که نیت نکردیم غسل جنابت کنیم. نیت لازم نیست با زبان بگویید زیر دوش بیستید که نیت کردم جنابت را از خود دور کنم، لله دار، لازم نیستیم. شما زمانی که رفتید در اون کمد اتاقتون حوله رو برداشتید، به چه غرض؟ به غرض این که بروید زیر دوش و غسل کنید و این غسل جنابت انجام بدهید. همین نیت است، همین کافی است. لازم نیست که شما غسل کنید. و زمانی که وارد حمام شدید به نیت غسل، همون غسل را انجام داده اید بدون این که با زبان نیت کنید، غسلتون صحیح است. ام محمد از عمان، از کشور عمان که پایتختش مسقط هست، اما عمان پایتخت کشور اردن هست.
ایشون گفتن که 5 ماه از با شوهرشون خوب نیست، اشکال دارن، مشکل دارن و با هم قهرن. نزد کسی رفته گفته که شما را سحر کردن یا برای شما یا نفرین کردن یا فلان کردن، دعایی به شما میدهیم که باز به بازوی چپ خود ببندید و این کار اون کار بود. تمام اینها افرادی هستند که میخوان سودجویی کنند و به وسیله همون مکان روحانیت یا هرچی اسمش گذاشتید سوء استفاده برند، یا بحث مالی است یا مقام و منصب هست، خلاف شرع هست. هرگز شرع دستور نداده که شما باز چیزی بنویسید به عنوان دعا به بازو یا به گردنتون آویزان کنید. شما اسباب و علت این دوری را جویا شوید. شما ای زن وظیفه دارید در خدمت شوهرت باشید. چه کار کردید که شوهر از شما ناراحت است؟ اسباب این رنجش را جستجو کنید و خود را بهتر کنید، خود را، زندگی خود و برخورد خود و اخلاق خودتون با شوهرتون بهتر کنید، زندگیتون درست میشه. بیش از 90% این مسائلی که ربط میدهند به سحر و به جادویی، نه سحر است و نه جادویی، مسائل طبیعی است، اختلاف خانوادگی است. زن اهتمامی به شوهر نمیده، نه در پوشش خودش، نه در نظافت خودش، نه در رفتار خودش با شوهر، نه با سخن گفتن و حرف زدن. تمام اینها توجهی نداره، شوهر را فراموش کرده، بعد شوهر ازش رنجیده، حالا اومده میگه آه این سحر کردن شوهر. خب روش رو تو عوض کن، به شوهرت برس. برعکسش هم همینطور، مرد میاد کاری به زنش نداره و توجهی نداره و اصلا مسائل زندگی سر کار میاد، خسته میگیره میخوابه، نه به زندگی میرسد، نه به زن میرسد، نه به نظافت و وضعیت خودش توجهی دارد. نهایتا میگن آه این زن با من خوب نیست، سحرش کردن، نمیدونم. تمام اینها بیش از 90% عرض کردم، این سحر و این جادویی که شما میگویید واقعیت ندارد. بله سحر در قرآن آمده، سحر موجود است، ساحران هستند، افرادی این کار را میکنند، افرادی دیگران را سحر میکنند، افرادی دیگران را جادویی میکنند. حسد هست و حسد در قرآن ذکر شده و دستور است که ما از شر حاسد از خداوند پناه ببریم. اما نه هر کاری حسد هست، نه هر کاری سحر است. سرشون درد میکنه میگه آقا حسد هست، گردنشون درد میکنه میگه سحر هست، رابطهشون با شوهرشون سست شده یا ضعیف شده میگن آقا سحر شدیم و حسد شدیم، کسی برامون دعا نوشته کسی. و متاسفانه ضعف ایمان و دوری از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث شده که افراد به کسانی مراجعه کنند که شعبده باز هستند، دروغگو هستند، پیشگو هستند، نه علمی دارند، نه دانشی دارند، نه قرآن بلدند، نه تفسیر بلدند، نه از اسلام با خبر هستند. سوء استفاده مالی، سوء استفاده مقام و جاه و منصب. بله شما، ما میدونیم شما، در شما 6 تا جن هست. بیا از کجا فهمیدید شما فلانی و فلانی و فلانی شما را سحر کردند؟ پس شما خودتون جنید، همچون ملایی که به شما میگه فلانی و فلانی و فلانی شما را سحر کرده، این ملا خود جنه، این خودش شعبده باز هست، با جن تماس دارد. چگونه فهمید این شخص که به نام 1, 2, 3, 4 با شما یا برای شما سحر کردن؟ غیب میداند، کی بهش گفت جز اینکه جن خودش با جن اون افراد تماس گرفت، به وسیله جن بهش خبر دادن. پس این یک انسان شعبده باز است. رفتن نزد همچون افرادی حرام است، عبادت انسان باطل می شود اگر شما نزد افرادی بروید که بگویند به شما فلان و فلان و فلان و فلان. پس بنابراین بله ما یک چیز داریم در شرع به نام رقیه شرعی. رقیه شرعی این که شما دعا بخوانید، کسی که مریض هست قرآن روش بخوانید، قرآن همش شفا بخشه. خدا می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، برای انسان مؤمن هم شفاست هم رحمت است. هر جای قرآن بخوانید. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یکی از بزرگان یا کت خدای یک روستا یا یک مکانی که رفته بودن ازشون خواسته بودن که عقرب گزیده بود، سوره فاتحه خوندن و شفا یافت. قرآن شفاست، قرآن خوندن روی مریض شفاست. شفاهی قرآن بخونید روی هر مریضی.
یک بار، دو بار، سه بار، ده بار قرآن شفاست. این صحیح است، دستور است، حدیث است. دستور است کسی که بتواند برادر مؤمنش را کمکی برساند، بهش کمکی کند. فلینفع اخاه، اگر که به برادرش میتواند کمکی برساند، کمک برساند. یعنی این که قرآن بخواند، براش دعا کند، نه این که پیشگو باشد، نه این که بگوید که ببینید یک نفر نزد همچون افرادی میرود، اون هم بهش میگه آقا شما سحر شدید، میخوای بگی بهت بگم کی تو را سحر کرده؟ برادرت و خواهرت و عمت. بیا، یعنی به جایی که برود و نزد این شخص و این شخص به وسیله تلاوت قرآن او را شفا بدهد، اومده یک خانواده ای را به هم زده، یک خانواده خیشاوندی که صله رحم اینهاست همه را از هم جدا کرده، با دروغ، با ناحق، برای که هرگز نمیداند کسی که چه کسی و چه افرادی این عمل را انجام دادند. خیلی خوب، خواهرمون مهتاب از اینا در رابطه با ورزش یوگا از نظر اسلام پرسیدن، اشکالی نداره، هر ورزشی که درش اشکالات شرعی نباشه، به عنوان مثال مثلا کشتی کج یا کشتی دیگر در دید نامحرم، یا اینکه ورزش بانوان در دید نامحرم مرد، خب این اشکال شرعی داره. اما ورزشی که اسمش ورزش هست، واقعا تلاش درش هست، نه مثلا موتورسیکلت سواری بهش میگن ورزش، خیر، این خودکشیست. ورزش یعنی دو میدانی، یعنی کشتی، یعنی اینکه اسب سواری، شنا، حالا فوتبال به اصطلاح امروز، یا والیبال، بسکتبال و خانواده اینها، این ورزش هست که حرکتی درش هست و مانع کسی هم نمی شود و از اون طرف خلل شرعی در اینها نیست. حالا یوگا یک حرکت خیلی آهسته است که شما اگر که این کار رو انجام بده، چه در خانه، چه در پارک، چه در جای دیگه، جایز هست و اشکالی نداره. ولی بدانید که نماز خوندن خود یک نوع ورزش یوگایی است. نماز خوندن اگر درست نماز بخوانید، هم عبادت است و هم ورزش هست. بعد سوال دومیتون بود، یک سال و نیم مریض هستم من، ادامه سوال شما را نشنیدم. خواهرمون مهتاب، اگر که منظور این بود که عبادت به هر نوعی که خواستید تونستید انجام بدید، به هر روشی که توانستید عبادت را انجام بدهید اگر مریضید، چون که ادامه سوال رو بنده نشنیدم، اینطور خودم میگم که ممکنه سوالتون این بود که نمی توانید نماز مثلا ایستاده بخوانید، بنشینید، یا درازکش نماز بخوانید، یا روزه نمی توانید ادامه بدهید و روزه بگیرید، می توانید افطار کنید و به ازای هر روز فقیری را غذا بدهید، اگر اصلا دیگه نمی توانید غذا کنید، اگر می توانید غذای آن که در زمستان که روزها کوتاه تره، غذای رمضان که در تابستان بوده و روزهای خیلی طولانی داشته، شما می توانید غذای آن در زمستان داشته باشید. خب اتاق فرمان انشالله که این اشکال برطرف شده باشه. اگر آماده دارید بدید به ما تا عبدالله از ایران بفرمایید. آقا عبدالله از ایران، آقا عبدالله بگوشیم بفرمایید. ظاهرن اشکال دارند آقا عبدالله. بیننده بعدی رو بدید لطف الله از ایران بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید لطف الله. احوال شما. یه مسائلی بود که الان شما اشاره کردین، گفتین اینا سر و جن اینجور چیزا نیست. الان من یه سر دارم چند وقت مرضه. بله. خانمم بوده همچین آدمی که مثلا میگن سر جن، میگه یه مرغ بیار، نمیدونم چی همچین چیزایی گفت. من اعتقاد ندارم به این چیزا. من بهش میگم دیگه بد میکنه بهش، من چی کارش کنم؟ بله شما یه چیزی دیگه من خیلی خوب من توضیح خواهم داد. چشم، بله. بیننده بعدی عبدالمجید از نروژ بفرمایید. آقا عبدالمجید در تماس قبلی صداتون واضح نبود. آقا عبدالمجید
ما به استودیو عبدالله. عبدالله از ایران، بفرمایید آقا عبدالله. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید آقا عبدالله. باید سوالی داشتم. بفرمایید. یکی از دوستان من وصیت کرده که بعد از یکی از دوستان به شما وصیت کرده که بعد از مرگ فلان جا دفن. بله بله، این به نظرم هفته قبل هم جوابشو دادیم. در جلسه گذشته هم یا در مدتی هم همچون سوالی بود، حالا از شما بود یا کسی دیگه، جواب ده. جواب رو خواهید شنید انشاءالله. بیننده بعدی. بله، عبدالمجید از نروژ، بفرمایید. عبدالمجید دو سه بار شما قطع شدید. سلام و رحمت الله. من یه سوال داشتم، آیا پدر میتونه مال اموالش را یک زن وصیت بکنه؟ پدر میتواند اموال خود را وصیت کند برای یکی از خانمهاش مثلا یا یکی از فرزندانش؟ بله بله بله. خانه داشته باشه و این خانه را قول نامه کرده باشه در زمان حیات خودش برای یک بچه، بعد اون بچه های دیگه میتونه یک ببرند از این خانه؟ بله بله، توصیه پدر اگر چنین باشد دیگران را از میراث محروم کند، حرام است. من انشالله این را توضیح خواهم داد. چشم، بیننده بعدی را بدید. سعید از ایران. آقا سعید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. ممنون استاد. رو رسیدیه که آقای مثلا خانوش بدون اجازه میره جایی، بعد زنگ میزنه بهش میگه که اگه به خونه برنگردی طلاقه، دوباره تکرار میکنه. همینه میخواست نشون درنم. خیلی خواه، توضیح خواهم داد. بینده بعدی رو بدید. آقا احمد از امارات، بفرمایید. آقا احمد. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای شما واضح نیست آقا احمد، ظاهرا این اشکال هنوز مرتفعه. خیلی ممنون، بفرمایید. یه سوالی داشتم، مثلا یکی عادتی گرفته، مثلا یه عادت خیلی بد که دوچارش شده الان از خیلی وقته، مثلا آدم بخواد با خودش با دست خودش عادت بدی دارد بخواد استغفار کند. بله، یا ترک کند. بله، صداتون واضح نیست ولی من تقریبا سوال را گرفتم، توضیح خواهم داد. توضیح خواهم داد. بیننده بعدی را بدید. بله، آقا زکریا از امارات، بفرمایید. ممنون. زکریا هستم از دبی. بفرمایید. من یه دو تا سه تا سوال دارم. انسان وقتی به دستشویی می رود تا چند اندازه باید صبر کند و بعد خودش را بشوید؟ توضیح خواهند. می گویند کسانی که درست خود را نشویند عذاب قبر دارند، درسته؟ بعد نه. کسی که در وضو گرفتن پای خود را نشوید، وضو درست است؟ آیا با مسح کردن کفایت می کنند؟ آخرین سوالم هم اینه، آیا بلند کردن رو برای خانم ها درست است؟ یعنی از بین بردن و تراشیدن و کشیدن ابرو. بله بله بله، متشکرم، ممنون، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بیننده بعدی، سروش از تهران، بله کوروش از تهران، بفرمایید. آقا کوروش. سلام علیکم آقای خدمت. سلام و رحمت الله. باعث افتخاره که صدای شما رو میشنویم. ممنون. هر شبت که عرضی داشتم خدمت شما، بفرمایید، از شما، از حضرت عالی و سایر دوستانتون در شبکه کلمه درخواست داریم که فقط مواضع اهل سنت رو بیان بفرمایید و تبلیغ بکنید، با سایر فرق به هر حال کاری نداشته باشیم و مسائل اونها رو مطرح نکنید.
اون مسائلی که به هر حال مربوط به اهل سنت هست و به حق هم هست، همه همون مسائل رو بیان بفرمایید. این باعث تبلیغ مثبت میشه. تشکر میکنم. موفق باشید. سپاسگزارم. خدا حافظ شما. ام عبدالله از تاجیکستان، بفرمایید. خواهر ام عبدالله، خواهر ام عبدالله از تاجیکستان بفرمایید. سلام و رحمت الله. وقتتان بخیر. یک سوال داشتم استاد. بفرمایید. اگر زنی که در حالت معینه در سرزمین حرمین داخل شود، عمره خود را چطوری انجام می‌دهد؟ در سرزمین حرم این داخل بشود، یا منظورت اینه که در حرم داخل شود؟ در حرم. توضیح خواهم داد. من در یک سری برنامه های مناسکی هر شنایده بودم که حجاج غیری تواب دیگر چیزا تای صفا و مروه اینا رو کرده میتواند تلویز این در این باره. بعد در باره هفت مدنی هم که چون میتوانه در آزد ریاض جنه از هسته با پیامبر صلی سلام و یارانی با وفای ما سلام بسیم. سوال دوم هست ها، یعنی این که در اثنای این عادت می شود که به پیامبر سلام داد و به ابوبکر و عمر سلام، منظور چیه؟ برای رفتنی هم دوست معمولی. چشم، توضیح میدم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی پرویز از بلوچستان، بفرمایید. آقا پرویز بگوشیم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون. استاد من یکی آیه پرسیدم که صداتون واضح نیست آقا پرویز. آقا پرویز سوال اول تکرار کنید. آیا پشت سر کسانی که تعویذ برای دوستی زن شوهر، پشت سر کسانی که تعویذ برای زن و شوهر می نویسند، درسته؟ برای فروزی هم می نویسند. مثلا بنده شنیدن برده من به فلانی تعویض داره پول داره شده. توضیح میدم سوالتون، بنده فهمیدم، توضیح میدم. و اگرچه هم صداتون واضح نبود. خب بله، آقای خادمی از ایران، بفرمایید. آقای خادمی. الو حاج آقا سلام. سلام و رحمت الله. حاج آقا سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. با گوشی حاج آقا، من شیعه هستم. بفرمایید. درود بر شما. بله، شما هم که سنی هستین. خب دیگه. بله، میخوام با آقای اللایاری بشینید مجادله بکنید حاج آقا، که مایی که شیعه ایم و شمایی که سنی ایم، ما بفهمیم کدوم سمت بریم. بالاخره شما یه چیزی میگین، آقای اللایاری هم یه چیزی میگه. تا حدودی ما با آقای اللایاری رسیدیم. شما یه برنامه تلویزیونی بذارین که ما نتیجه بگیریم. خودتون با هم مجادله کنین که ما یه عامی به نتیجه برسیم. خیلی. پرسش دیگه دارید در خدمت شما باشیم؟ نه نه. خدا حافظ شما. توضیح خواهم داد. چشم. آقا احمد از اتریش، بفرمایید. آقا احمد، آقا احمد بگوشیم از اتریش. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. خدا کنه صحت مند باشین. من یک سوال داشتم و این بود که همی موی جان مرد البته برداشتن آیا جایز است، حرام است، حلال است، به کدام کتگوری است؟ موهای بدن، سینه را میگم. موهای بدن. بله، موی سینه مقصدم است، موی پشت شانه و موهای پای این مقصدم است که برداشتن جایز است، جایز نیست، مکروه است. اصلا نمیفهم که چی هست. چشم، همین سوال ما بود. زندگی خوش برکنم. شکر. خدا به شما توفیق بده انشاءالله. خدا حافظ شما، نگه دارید تا فرمان تو ما این جواب رو بدیم که دیگه زیاد هم شده.
تا اینجا گفتیم در رابطه با آقا عبدالله از ایران پرسیدن در رابطه با مسئله ام محمد که از عمان بود جواب دادیم، خواهرمون مهتاب هم جواب دادیم. بله لطف الله از ایران. خب شما گفتید که در باره سحر میگه که ما رد کردیم، ما رد نکردیم، گفتیم که سحر واقعیت داره اما نه هر مرضی سحر هست. پسرش مریضی گفته شما چی میگید؟ اگر ایشون واقعا مسحور هست و مریض هست قرآن روش بخوانید، خودتون و کسانی که قرآن بلدند با صدای بلند قرآن شفا بخش هست. اما نه این که نزد این پیشگو و آن پیشگو و آن سودجو بروید و به شما بگویند که شما فلان کس و فلان کس شما را سحر کرده و یک خبرهای دروغ به شما برسانند باعث تفرقه و جدایی بین خانواده ها و صله رحم شود. قرآن بخوانید بر روی این، یک بار دو بار سوره فاتحه، آیت الکرسی، آخر سوره بقره و این قصار و سوری که همه حفظ هستید، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یک بار دو بار سه بار ده بار با صدای بلند بخوانید، نتیجه میدهد انشاءالله. خودتون این کار را بکنید. بسیار خوب. آقا عبدالله گفته یکی از دوستانش وصیت کرده که بعد از مرگش فلان جا او را دفن کنید. در حد توان شما وصیت این دوست را عملی کنید. دوست شماست، به شما وصیت کرده، در حد توان. اما اگر در توان شما نبود دیگه شما گناهی ندارید. بدیهی است که اگر ایشون توصیهشون خلاف شرع باشد جایز نیست. مثلا در کشور اسلامی فوت کردن، وصیت کردن که ما را ببرید در کشور غیر اسلامی دفن کنید، این عمل جایز نیست. وصیت کردن، این وصیت جایز نیست و عمل به این وصیت نیست صحیح نیست. آقا عبدالمجید از نروژ فرمودند که پدر می تواند وصیت کند تمام اموالش را یا خانه اش را به نام یکی از فرزندان بزند، خیر، این وصیت بهش عمل نمیشه. اما اگر که پدر در حیات خود به فرزندی از فرزندانش بیشتر چیزی عطا فرماید، یعنی این که حالا یه خانه بیشتر بهش بدهد، یک اتومبیل بیشتر بهش بدهد، یا اینکه مبلغ پول بیشتر به یکی از فرزندان بدهد که زحمت بیشتری متحمل شده است در رسیدگی به این پدر، این اشکالی نداره. اما وصیت کند که این اموال این چنین توضیح بشود، به این پسرم اینقدر، به دخترم کمتر، یا به فلان زنم کمتر، یا این دخترم اصلا میر، ایشون حق ندارن همچون وصیتی کنند. یک. دو، قاضی حق ندارد بعد از مرگ این شخص، شخصی که وصیت کرده، عمل به وصیتش شود. اونهایی که اصحاب فروض هستند در کتاب الله، در قرآن نامشون ذکر شده که دختر چه بهره‌ای دارد، خواهر چه بهره‌ای دارد، مادر چه بهره‌ای دارد، پدر چه بهره‌ای دارد، پسر چه بهره‌ای دارد، برادر چه بهره‌ای دارد، و تمام اینها اصحاب فروض هستند و نامشان هم در قرآن آمده و بهره‌شان هم در قرآن آمده. دیگه من و شما و دیگران نمیتوانیم این بهره را یا این قسمتی که خدا تقسیم فرموده تغییر بدهیم. و بله یک مسئله هست، پدر همچون وصیتی کرده و بقیه ورثه 3-4 نفر هستند، به احترام پدر میگویند که ما راضی هستیم، حقمون رو همه بخشیدیم به مثلا مادرمون، به مثلا مون برادر بزرگمون، به یکی از خواهرامون، اون خودشون حق دارن و حق خودشون بوده و بخشیده اند. این یک مسئله است علاهده. اما این که بدین وصیت عمل شود بدون رضایت ورثه، کسانی که میراث میبرند، جایز نیست. آقا سعید از ایران زنگ زدن که خانم بدونی اجازه شوهرش از خانه بیرون رفته، شوهرش هم زنگ زده گفته که اگر به خانه بر نگشتید به طلاق هستید. خب این طلاق معلق هست، اگر که به خانه بر نگشت این یک طلاقش واقع می شود، به خانه برگردد تا به طلاق نباشه.
و مسئله طلاق هم بارها بنده عرض کردم جلوی قاضی در دادگاه مطرح کنید، نه در این شبکه یا شبکه های دیگر. آقا احمد از امارات گفته عادت بدی دارد و خود ارضایی ظاهرا اینطور میگفتن. راه حلش اینه که شما ازدواج کنید، ازدواج کنید، و الا این بدون سبب و بدون دوایی این عمل، این عمل معصیت است و گناه است. استثناءاتی در این کار هست که اگر شما مسئله وقوع در فحشا و این عمل را در نظر بگیرید، میگویند که این گناهش کمتر از وقوع در فحشا و در عمل زناست. راه حل ازدواج است و توبه همیشه برای انسان مؤمن از هر خطایی که از خودش بزرگتر نباشد، مثلا شرک، برای انسان مؤمن دروازه توبه باز است و میتواند توبه کند. توبه هم سه شرط دارد: که شما دست از این گناه بکشید و اراده قوی داشته باشید که بدین گناه بر نگردید و پشیمون باشید که این معصیت انجام دادید. آزکریا از امارات: تا چه حدی باید در دستشویی موند که انشان بعد از اینکه از دستشویی خارج شود ادراری یا قطراتی از او خارج نشود؟ افراد حالاتشان تفاوت دارد. اون چیزی که وظیفه هر شخص مؤمن است، خود را از این یعنی از ادرار و مدفوع طاهر سازد. امروز وسایل بهداشتی است. قبلا در فقه این بود که بعد از دستشویی از سنگ استفاده کند، بعد از سنگ پیسر آن آب قرار بدهد. امروز همه دستمال کاغذی در دستشویی هست، بعد از آن هم با آب خود را میشوید. و اون چیزی که وظیفه هست انسان خود را از نجاست طاهر سازد و پاک سازد، حالا اگرچه بعد از آن هم شما احساس کردید که یک قطره از ادرار از شما خارج شده، اون دیگه معفونن هست و اشکالی نداره. و بنده راه های علاجی قبلا هم عرض کردم، گفتم بعد از اون بیشتر در دستشویی میمونید یا بعد از آن فورا وضو نمیگیرید، یک جای می نشینید، 5 دقیقه بعد می روید خود را باز می شویید و وضو می گیرید که اون قطرات و اون چند یا یک قطره‌ای که شما احساس می کنید از ادرار از شما خارج می شود، دیگه این عمل انجام نمی شود یا تکرار نمی شود. یعنی اینکه از دستشوی بیرون می آید، یک جای می نشینید، 5 دقیقه بعد 2 مرتبه می روید و خود را طاهر می سازید. اما کسی که مبتلا به سلس البول هست، سلس البول یک مرض هست که مرتب از انسان ادرار خارج می شود، حالا این یکسان است در زن و در مرد، اگر چنین باشد دیگه شما گناهی ندارید، عبادت شما هم صحیح هست، اگرچه هم در اثنای نماز و در اثنای عبادت احساس کنید که چیزی از شما خارج شده است. پس این یک نوع مرض هست. فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتون تقوا داشته باشید. ببینید دین اسلام خیلی دین آسان و دین با رحمت با عطوفت هست، نه دین سختی است. هر کس که مبتلا به این شد، بعضا داریم که دچار وسوسه شدن، 20 بار برمیگردن حمام و دستشویی، 2 مرتبه هی وضو میگیرن، میگن وضومون درست نیست، غسل کنیم وضومون، 1 بار کافی است. اگر که شما مریض هستید و مبتلا به این سلس البول هستید، خود را طاهر ساخته و در وقت نماز وضو میگیرید و به نماز میستید، دیگه نمازتون صحیح. حالا اگرچه هم کنترل در خروج ادرار در اثنای نماز هم نداشته باشید، نماز صحیح است. بعد گفتید کسی که در وضو گرفتن پایش نشوید، وضویش صحیح نیست، در نتیجه نمازش هم صحیح نیست، حکم نماز جماعت هم پشت سر ایشون هم صحیح نیست. یعنی کسی که پایش نمیشوید، وضویش صحیح نیست، در نتیجه نمازش هم باطله. و اگر کسی باشد که مقتدا باشد، یعنی مردم بهش اقتدا کنند در نماز، این نماز هم صحیح نیست، زیرا خود مقتدا که امام باشد، امام جماعت باشد، وضویش صحیح نیست و مقتدی هم حق ندارد پشت سر کسی که طهارت ندارد نماز جماعت بخواند. سوال بعدیتون در رابطه با تراشیدن ابروی
زنهاست بدیهی است که برای مردان حرام هست، اما برای زنان هم همچنین حرام است، مگر اینکه این ابرو به هم چسبیده و زخیم باشد، به اندازه‌ای که از اون حالت زخامت بیرون بیاورد اشکالی ندارد، که غالبا 90% ابروی زنان باریک هست و زخیم نیست. تراشیدن ابرو و بلند کردن آن برای زنان، عرض کردیم که بدیهی زمانی که مسئله ابرو عنوان می شود خطاب زنان هستند. حالا اگرچه بعضا در اروپا در جای دیگه متاسفانه مردان هم خود را به شکل زنان در می آورند، البته نباید گفت مردان دیگه، کسی که خود را به شکل زن در آورد مرد نیست. و حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خدا لعنت کند مردانی که خود را به شکل زنان در می آورند و زنانی که خود را به شکل مردان در می آورند. کوروش از تهران توصیه فرمودند، توصیه شما بسیار جالب هست، فرمودید مواضع اهل سنت را تبلیغ کنید خودش بسه. دقیقا فرمایش شما صحیح هست برادر، خدا به شما اجر بدهد که ما را نصیحت می کنید. دقیقا چنین است، باید که مواضع اهل سنت گفت و خود کافی است. این است دعوت صحیح. آقا اهل سنت، اهل توحید، اهل قبله، 1,600,000,000 مسلمان عبادتشون اینه، این عبادت است، یعنی فقط خدا را میخواهند، از قبر چیزی نمیخواهند، نظر امامزاده نمیکنند، از مسافتهایی به زیارت یک امامزاده نمیروند، در قبر هیچ کس ذریح درست نمیکنند و آن را معصیت میدانند، و اهل سنت از مرده چیزی نمیخواهند، با مرده سخن نمیگویند و بین خود و خدا این قبرها را واسطه قرار نمیدهند. این ایده اهل سنت و جماعت هست و در نماز خوندن پاهای خود را میشویند در وضو گرفتن و در نماز خوندن 5 وقت نماز میخوانند و دست میبندند و مهر هم نمیگذارند. این ایده اهل سنت و جماعت هست. به امهات مؤمنین توهین نمی کنند، زیرا که زنان و ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصوصا شیخین ابوبکر و عمر، توهین و ناسزا نمی گویند و معتقدند که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین افراد اینها بودند، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه صحابه و بقیه عشره مبشره و بقیه تابعین. این ایده و عقیده اهل سنت و جماعت هست. در اذان بدعت نمی آورند، اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی حجت الله یا حی علی خیر العمل نمی گویند، زیرا که این از زیادات مفوضه هست که خود آقایون هم در کتابشون اونها لعنت کردند. پس بنابراین این ثوابت اهل سنت هست که به امامت اعتقادی ندارند، می گویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خودش وصیت نکرده که جانشین داشته باشد. این ایده اهل سنت و جماعت است. امامت در اسلام جزء اصول دین نمی دانند و می گویند که جزء اصول دین نیست و عدالت را جزء اصول دین نمی دانند و می گویند که اصول دین فقط توحید است و رسالت هست و یعنی نبوت و معاد، فقط این عقیده اهل سنت و جماعت هست. تشکر می کنیم از آقا کوروش و بدیهی است که باید ثوابت اهل سنت را گفت که دیگه خوش خود اونهایی که از خوشا به سعادت کسی که وقتی که چیزی شنید بهتر از آن عمل کند، خوش به سعادت همچون افرادی. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، چیزی که شنیدن بهتر از آن ازش تبعیت میکنند. وقتی که شما این را گفتید به طور طبیعی باطل از بین می رود. این حق است از دیدگاه اهل سنت و جماعت و غیر از این باطل است. و جاء الحق و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق. خواهرمون ام عبدالله از تاجیکستان، کسی که در عادت یا خواهری که یا زنی که در عادت ماهیانه باشد در حرمین شریفین داخل شود جائز نیست، زیرا محل نماز هست نه در حرمین شریفین و نه در مساجد، مگر اینکه شما فرمودید در وقت حج. در وقت حج همونطور که شما بهتون فتوا دادن درست گفتن، در وقت حج اگر زن در عادت ماهیانه قرار گرفت یا قاعده شد،
تمام اعمال حج را ادامه میدهد جز طواف به دور کعبه نمی کند، اون را به تعویق می اندازد. این هم یک مسئله خلاف فیه است. حالا به فرضی که ایشون طاهر نشدن تا آخرین که اون کاروان یا کسی که با ایشون آمده می خواهد برود چه کار کند، اینجا از باب اضطرار دیگه اشکالی ندارد و الا نمی تواند دو مرتبه حج خود را تکرار کند بعد از این مدت که طول کشیده یک بار در عمرش این حج نصیبش شده. پس تمام اعمال را انجام می دهد جز طواف. بله، برادرمون پرویز از بلوچستان فرمودن پشت سر کسی که تعویض می دهد برای محبت زن و شوهر، تمام اینها افرادی هستن شعبده باز، بدیهی است که پشت سر همچون افرادی هم نماز جایز نیست. کسی که همچون ایدهی داشته باشد و سوء استفاده می کند از اذهان مردم، شما کسانی را بیاورید و پیشوا و امام جماعت و جمعه خود قرار دهید که با تقوا باشند، همچون عملی نداشته باشند. یفرقون به بین المرء و زوجه، یعنی صفت ساحران اینه که بین زن و شوهر جدایی میندازن. حالا افرادی بیان میگن که ما کاری میکنیم که محبت بین شما باشد، یعنی چی؟ این در شرع ما نداریم، مگر اینکه کسی می آید میگه آقا شما دعا کنید که یک محبتی بین ما زن و شوهر ایجاد شود. خب اشکالی نداره، این همه مؤمنین این کار میکنن و ما میگیم دعا میکنیم که خدا بین شما زن و شوهر محبت و الفت و ایجاد فرماید و فرزندان صالح به شما عطا فرماید. این بسیار عمل خوبی است. اما اینکه یک دکانی باز کند بیاید من تعویض می نویسم، کسی که روزی ندارد خدا روزیش بیشتر کنه، کسی که فرزند نداره خدا بهش اولاد بده، کسی که میخواد بین شوهرش و خودش محبت بیشتری باشه شوهر بیشتر دوستش داشته، تمام اینها سوء استفاده از اذهان مردم است و جایز نیست. و نصیحت کنید اگر که دست از این کار نمی کشد این امام جمعه و امام جماعت را عوض کنید. ما وقت داریم اتاق فرمان بیشتر یا اینکه وقت اذان بله وقت اذان عصر تهران کی هست؟ بله وقت اذان تهران نزدیکه، پس ما دیگه خداحافظی کنیم با بینندگان چون که بعد از اذان هم دیگه ما وقت نداریم. خیلی خوب، از بینند بله دو سوال دیگه مونده بود، ببخشید دو سوال دیگه مونده، اجازه بدید اتاق فرمان من دو سوال دیگه رو، خوب بود که این برگه رو عوض کردم. من آقای خادمی توصیه کردن که ما با آقای الله یاری مناظره کنیم، ایشون خودشون محق میدونن دیگه احتیاجی به مناظره ندارند و کسی که حتاکی میکند در ساحت آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم لیاقت ندارد ما باش گفتگو کنیم. اینقدر اینها رو نگید که با فلان کس بیایید مناظره کنید، مگر این تلویزیون و این گفتان و این جواب سوال بینندگان دادن دیگه چی بهش میگن؟ ما میگیم آقا توحید و حق و صراط مستقیم، آقا میگه شرک و بت پرستی و قبر پرستی و امامت، تمام شد. این مناظره است، حالا هر کدوم شما بخواید قبول کنید. میگه آقا همسران پیامبر بد عمل بودند، ابوبکر و عمر و عثمان غاصب بودند و ملعون هستند. خیلی خوب، پیامبر بعد از خودش علی را جانشین کرد، ابوبکر اومد حق را ازش گرفت. ما میگیم آقا ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها صدیقه طاهره هست، تضاد درش. حالا شما بگید آقا بیایید باش مناظره کنید، این لیاقت مناظره ندارد، برای که ایشون در یک وادی هستند، در وادی باطل و شرک و فحش و بد گفتن و توهین کردن، ما در وادی توحید و یک تاپرستی و صداقت و گفتار خوب، فحش از ما صادر نمی شود. ما با کسی که فحش می دهد حرفی نداریم، با انسان حتاک، با کسی که در ساحت آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بی ادبی می کند کاری نداریم. زنان رسول الله اهل بیت رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهن. کسانی که درباره اینها حتاکی کنند لیاقت، ببینید شخصیت انسان پایین میاد زمانی که اسم اینها رو در این شبکه ببره، اسم شبکهشون ببره، با اینها گفتگو کنه، محل به اینها بگذاره، اینها را افرادی حساب کنه که به درد میخورند، انسان خودش سبک میشه و
شخصیت انسان با زیر سوال می رود که با انسانهای حتاک و فحاش و لعان گفتگو کند. گفتگو خواهی اینا ببینید، پولی در اختیار دارند، ثروتی در اختیار دارند و شروع می کنند برای فحش دادن. هر انسانی هم شما ببینید که حتاکی می کند و فحش می دهد، برای اینکه یه لحظه بخندید نگهش می دارید، یه لحظه به عنوان جوک مجلس ازش استفاده کنید نگهش می دارید، اما لیاقت این نداره که کسی با اینها مناظره کنه. شما که اسم اینها میارید، من توصیه می کنم یا در صفوف باطل قرار بگیرید یا در صفوف حق. زنگ هم نزنید که آب با اینها مناظره کنید و اینها نمیدونم، یا بیاید از حق تبعیت کنید، یا هم ببینید از این تلویزیون ما رو اصلا از شبکتون دلیت کنید، پاک کنید، بروید دنبال همچون افرادی که حتاکی میکنند و فحاشی میکنند. برادر محترمون آقا احمد از اتریش در رابطه با اینکه مردها موی سینه و پا و موهای بدنشون حق دارن بزنن، در اصل آن است که موهای اضافی بدن از بین برود، اما مرد صفت خشونت درش هست، مگر اینکه موهای سینه مرد یا موهای ران و کشاله ران و موهای ساک مرد مزاحم این باشد، بگونه که میخواد عملی انجام بدهد یا جراحی انجام بدهد، باید این موی سینه یا موی کمر یا موی ساق پای خود را بتراشد، اون زمان اشکال نداره، غیر این صورت جایز نیست و حرام است، زیرا مرد اومده خودش را تشبیه کرده به زن. لیونت و نرمی در زن است و خشونت در مرد. بسیار خوب، امیدوارم اون چه گفته باشیم از این شبکه از توفیق الله بوده باشد و نه از ما، اگر صحیح بوده، اگر که ناسواب بوده و اشتباه بوده از خطاهای ما و از اشتباهای ما بوده، ما هم خدا را میخواهیم که ما را عفو کند و ببخشد و از تقصیر ما بگذرد. در این روز مبارک برادران مجاهد و زحمتکش سوریه‌ای خود را فراموش نکنید، از اینکه دعا کنید. پیروزی نزدیک است و زوال حکم این جنایت قرن، این جانی قرن یعنی بشار اسد نزدیک است. خداوند انشاءالله مسلمین و موحدین را در سوریه زودتر پیروزی چشمگیری عطا فرماید و به زخمی های این مجاهدان شفای عاجل عطا فرماید و به مردگان این مجاهدان مغفرت و بهشت برین عطا فرماید. همچنین برای ما هم دعا کنید و مردگان شما هم از خدا می خواهیم که غریق رحمت خود فرماید و مریض های شما هم خدا متعال شفای عاجل عطا فرماید. نهایتا آدرس برنامه ما pursish@kalima.tv. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم. وقت اذان تهران از مسجد مجازی در غیاب مسجد حقیقی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.